از همه رزمندگانی که در این نبردها تشریک مساعی کردن، چه از رزمندگان عراق و سوریه، ارتش عراق و سوریه، حشد و شعبی عراق و همچنین رزمندگان ایران، افغانستان، پاکستان و جای جای دنیا که در این نبردها شرکت کردن و در حقیقت نبرد اسلام علیه کفر و دسائس استکبار جهانی بود پیروز شدن، از اونها صمیمانه تشکر کنم و نقش برادر عزیزمان سردار استوار اسلام حاج قاسم سلیمانی و همچنین سید بزرگوار سید حسن نصرالله در این مابین بسیار برجسته بود. همون طوری که جوانای شما، فرزندان شما در قالب لشکر فاتحون به تعداد 25 هزار نفر در عراق و سوریه کمر یک از خونخوارترین گروه‌های توریستی جهان، یک از تابوت‌ها را شکست و به شک شما ملت میتونید یک کاخ ستم، یک ارگ باتش بکشید، این فاشیست ها را. ما فرماندهی پور امروز تنها نیست، فرماندهی پور یک ملت است و این را مردمی ملت و سربلند ما میدونید که اگر امروز دشمن توانست و نفوذ کرد در جبهه مقاومت و فرماندهی پور ضربه دید، دیره گفتم که بامیان ضربه میبینه، دایکندی ضربه میبینه، مزار ضربه میبینه، دراسوف ضربه میبینه و تمام نقاطی که امروز مردم مستقر ضربه میبینه. پس هرگز خیمه جبهه مقاومت اعلان نکنید. خیمه جبهه مقاومت امروز برای ما و شما به مثابه خیمه امام حسین علیه السلام است.